حسنی مبارک رئیس جمهوری که 30 سال بر مصر حکومت و در 22 بهمن سال 1389 مجبور به ترک قدرت شد، به همراه پسرانش محاکمه می شود. دادستان عمومی مصر حسنی مبارک را فراخوانده و به اتهام کشتن معترضان، اختلاس اموال عمومی و سوء استفاده از قدرت مورد سوال و جواب قرار داده است. جمال و اعلا پسران حسنی مبارک نیز با اتهامات مشابه روز چهارشنبه بازداشت و برای 15 روز به زندانی در حومه قاهره منتقل شدند. دو شهروند مصری درباره دستگیری آنان میگویند: دستگیری مبارک و دو پسرش مردم مصر را آرام خواهد ساخت. امیدوارم خبر دستگیری آنان درست باشد و محاکمه آنها انجام شود. رمز فساد مبارک نماد فساد است و باید محاکمه شود. عدالت در مورد آنهایی که از مردم مصر سوء استفاده کردند باید اجرا شود. آقای مبارک روز سه‌شنبه به خاطر ناراحتی‌های قلبی روانه بیمارستانی در شرم الشیخ مصر شد و یک روز بعد حکم بازداشت 15 روزه وی صادر شد.